این مسابقات که هفته یک گذشته با اشتراک تیم‌های اژدهای بند امیر مثل عینک نهنگان آمو، شیران سپینغر و نگهبانان بست آغاز شده بود، امروز با قهرمانی مثل عینک به پایان رسید. در دیدار نهایی که امروز برگزار شد، نخست مثل عینک بازی را در دست گرفت و توانست در 20 اوور با اخراج تمام بازیکنانش 120 دوش را به تیم اژدهای بند امیر هدف تعیین کند. اما زمانی که تیم کرکت اژدهای بند امیر بازی را در دست گرفت، با وجود بازی زیبا اما نتوانست هدف داداشده را پوره کند و با تفاوت 14 دوش بازی را به حریف واگذار کرد و جام قهرمانی را از دست داد. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان که در فاینال این مسابقات حضور داشت، برگزاری لیگ کرکت را در پیشرفت ورزش افغانستان به ویژه بلند بردن سطح کرکت افغانستان با ارزش عنوان کرد. این مسابقات برای رشد ورزشکارا، برای بالا بردن روحیشون، برای بالا بردن آمادگیشون و برای آماده ساختنشون برای رفتن به مسابقات خصوصا المپیک آسیایی در کوریا و همچنین برای جام جهانی کرکت در استرالیا تاثیرات مثبت خود داره. آماده ساختن ورزشکارا را و در پلیس یک نمونه بسیار خوب، یک مدل بسیار خوب برای رشد ورزش و همچنین برای کار مشترک بین مطبوعات و بین ورزش به حساب میاد. امیدوار هستم ورزشکارای ما از استفاده خوب کرده باشند. از سوی هم شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان و عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد برگزاری این مسابقات را در پیشرفت ورزش افغانستان ارزنده توصیف کرد. پس گفته میتونیم که کرکت تمام افغانستان را زیر پوشش خود گرفته و خصوصا در این مسابقات ششدوش با کمک تلویزیون یک که در اکثریت افغانستان دیده میشه، برالاوی ازو افغانایی که در خارج است که ما تماس‌های تلفنی گرفته اونا هم بسیار خوش است، از کیفیت از این مسابقات بسیار خوش است. اجازه بدیم بر دو تیم مبارک باد بگویم، بخاطر که خیلی خوب بازی کردن و واقعا بازی هر دو تیم ما امیدوار در دل مردم افغانستان بیشتر ساختن که انشالله جوانای عزیز ما در میادین بزرگ ملی و بین المللی افتخار بر افغانستان خواهد آورد و ما مطمئن هستیم که تیم ملی افغانستان هم خوب خواهد درخشید در مسابقات 2015. نوی نوی لوبغاری مخی تر اغلا و در دی لوبغار و برکت بمون که خیر خرطیم جلو تو سوال کب در پرتیاره و کو در این حال امروز در نشست خبری کبیر خان مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از 4 سال مربیگری تیم ملی کرکت افغانستان از سمتش کنار رفت و ای دلیل کنار رفتنش را مصروفیت های شخصی عنوان کرد. زب سپا خفگان بنده یا په دستریګه باندې زم چې خفایم یا امید لرم چې کرکټ بورډ باندې خفای یا افغانستان عوام باندې خفای زه په دستریګه باندې زم په یو خدوسه طریقې باندې تل غواړم چې هغه د افغانستان فائدې لپاره زم خپل کور کې مصروفیات او د کوچینګ سره تقریبا لسدولس کال نه انوالو کېدل پوره ټایم سره قررستیم ملي کرکټ افغانستان در سال 2015 در رقابت های جام جهانی استرالیا حضور یابد و برگزاری رقابت‌های شش دوش برای آماده سازی تیم ملی کرکت افغانستان در این رویداد بزرگ کمک خواهد کرد تا بتوانند دستاوردهای چشمگیره داشته باشند.